در پیرامون رودخانه ای طول و دراز که بنیه و بنا از 800 هزار سال پیش دارد، میان کوههای بینالود و هزار مسجد، آبادی های زیادی پا گرفتند. قریه ها در مسیر باستانی جاده ابریشم قرار داشتند و به مرور به محل آمده شده بازرگانان تبدیل شدند. کم کم سناباد شکل گرفت در نزدیکی توس. 1200 سال پیش امام رضا پیشوای هشتم شیعیان که درودهای خدا و رسولان راستینش بر او باد، در این شهر توسط خلیفه عباسی به شهادت رسید و مشهد یعنی محل شهادت شکل گرفت. سناباد و توس و آبادی های دیگر به مرور سالیان و قرنها به مشهد پیوستند. دو قرن بعد ابوالقاسم فردوسی به 30 سال 50,000 بیت سرود و کاخی بلند پیفکند به احیای زبان مردمان یک جهان. مشهد در ادوار مختلف تاریخ یکی از اردوگاه‌های قدرت‌ها در زمان نبرد. نظامیان برای پیروزی روحیه می‌خواستند. شعر حماسی جوشاننده غیرت سپاهیان شد. مکتبی که فردوسی آغازش کرد و حتی اخوان سالس هم شعر نو نیما را حماسه‌وار به شکوه رساند. خدای نامه و شاهنامه سرایی اصلا در مشهد قدیم رواج داشت. حتی پیش و پس از فردوسی چون شاهنامه ابو منصوری و بعد آن به نظم در آوردنش به توسط دقیقی طوسی. کم کم در این خطه هنری بنیان گذاشته شد برای خوانش و روایت بهتر و جذابتر شاهنامه. نقالی پا گرفت. دوتار آن خونیاگر نغمه های کبید جنوب و دشت مرکز و کوهستان های شمال خراسان بزرگ شد روایتگر شاهکار فردوسی و بعدن شعر مکتب خراسان. چنین است که طلایه‌دار لشکر خوش الحانان ایران می شود محمد رضای شجریان جان جانان. مشهد معاصر آنقدر به ستارگان ادب پارسی افسوده که ذخایرش از حد شماره گذاشته. اصلا نازش به خاک زرخیزش است. شفیعی کدکنی، بهار، کریم فکور، اخوان، جنتی عطایی، اسماعیل خویی، جعفر یاحقی و غلام حسین یوسفی بس است برای مثال. مرکز کتابخانه های شهر خاورمیانه در قرنها پیش حالا هم شهر کتابخانه هاست. اگر نه این سیاهی پرمغز استارگان آسمان مشهد، چگونه سوسویشان برقرار و نامشان فهرست می شد؟ مشهد امروز خود را صاحب درفش استوار زبان فارسی می داند. به واقع متولی حفظ فخر تاریخ فردوسی بزرگ و میخواهد میادگاه گویندگان به زبان کهن یک جهان باشد. مشهد پیام آور و نگاهبان هنر نقالی، کی و منش پهلوانی، زبان پارسی، بارگاه شاهنامه ها و مکتب خراسانی تغزلات پارسی است. شادمان تر از ما کجا که مشهدی و فخرمان و
به پاسبانی از حضرت رضا و پاسبان فرهنگ گفتگو. آخه علی موسی رضا شاهی خراسان زبان من مشکلم را سازه آسان. هی و همچنین حکیم ابوالقاسم فردوسی احیاگر زبان و فرهنگ پارسی است. سهراب و رستم و اسفندیار و یک لشکر عاشق زبان پارسی خیمه در مشهد به پا دارند، به پاسداری از این زبان کهن. کردگار لایزال زنده بدارد این زبان پهلوانانه را، این زبان عاشقی را.